You acting like we on our way to Home Depot. Punch it! No, Ted! Ah! I don't want to die! با ماشین میری فضا؟ نه با ماشین میری فضا، آهنربا کار میذاری تو ماشینت، بعد قطب مثبت منفی میکنی، دوتا والت رو پرت میکنی اونور، بعد با کمر میری تو ستون سر و برو گنده به کارت ادامه میدی؟ اون شهری که این اتفاقا توش میفته قانون نداره، پلیس نی؟ و این همه ورجه ورجه میکنی، ورکن بالا میکنی، حلقه سفید پوشیدی، یه تیکش کثیف نمیشه این کار، همیه الان مشتی لباس شوی در اردی های دام. بله این تیک هایی که شنیدن همه شون تو تریلر جدید فستن فیوریس 9 بود. یعنی من نمیدونم چقدر توانایی هرس خوردن دارم من. بابا آخه چه کاری مارول بعد 200 تا فاز و 1400 تا فیلم و سریال از این کارا نمیکنه تو فیلماش، تازه اونا ابرقهرمانن، شما که دیگه انسان عادین. یه لحظه گوشی الان میام، ببخش الان میام. چی شده؟ احتمال کراسوور جوراسیک پارک و فستن فیوریس هم هست؟ آقا هیچ، کنسله، همه چی تعطیله. دوستان توی اتاق فکر نویسندگانه این فیلم ها چی کار میکنین دقیقه؟ چی کار میکنین؟ حالا اونو بلش کن، اونو بدو، اینجا رو گوش کن، اینجا رو گوش. سیدی پراجکتر دفته پیش گفته که سایبرپانک 2077 رو رها نمیکنه. نه به ترو خدا بیا بی خیال بازی شو، 7-8 سال بازی رو کردین تو بوق و کرنا، آخرام یه بازی دارین که اصلا به زور اجرا میشد، بعد مثلا یهو از آسمون ماشین میبارید و پلیس تو چشت اسپان میشد، بعد از این همه مدت که از بازی گذشته هی دارین آپدیت میدین، بعد یه سری باگ رفع میکنین، یه سری باگ اضافه میکنین، بعد میگه رهاش نمیکنیم. تو رو خدا بیا رها کن، نه تو رو رو برم، تو رو خدا بیا رها کن. بعد میگی برای رسیدگی به مشکلات بازی برنامه بلند مدت داری؟ خب برادر من بهتر نبود این برنامه بلند مدت رو توی ساخت بازی اجرا میکردین که یهو همچین چیزی نمیدادین بیرون؟ وضع بازیتون هنوز اینقدر خرابه که سونی کماکان حاضر نشده برش گردونه به استور. یعنی چی بگم؟ ایشالله که موفق باشین، ما که بخیل نیستیم. من نمیدونم چه حسی باید به سریال لست آف آس داشته باشه، جدی نمیدونم. از اونور میدونیم کرگ مازه نویسنده ای که با سریال چرنوبیل خودش رو ثابت کرد با دراکمن توی پروژه دخیلن، از اونورم گوستاو سانتا اولایا وظیفه ساخت آهنگ سریال رو بر عهده داره، از اونورم بازیگرایی که برای نقشا انتخاب شدن یکم یه جوریان، یعنی نه اینکه پدرو پاسکال و بلا رمزی بد باشن ها، ولی یه جورایی نمیخورن دیگه، تعارف که نداریم. حالا اینا رو بذاریم کنار، هفته پیش بازیگر نقش تامی هم مشخص شد. بله آقای گابریل لونا بازیگر سریال ایجنتس آف شیلد قراره که نقش تامی رو بازی کنه، یعنی شباهت من خود بنده با این سن به تامی بیشتره تا شباهت آقای گابریل لونا به تامی. گابریل لونا یه ته چهره شبیه الکسی سانچز داره، خدایی نداره. این شما این شباهت سوسکی ریز تو چشا ببین متوجه میشی یا نه. حالا من آرسنالی هم به کنار، ولی خدای شبینی داداش، یعنی من مطمئنم اگه الان همگی پاشیم بریم نیوزیلند یا همون به فارسی زلاند نو، به جای اون کشور با سرزمین میانه روبرو میشیم. یعنی پیتر جکسون کلن رفته اونجا رو تبدیل کرده به سرزمین میانه، اصلا بعید نیست یکم بگردیم اونجا هابیتینا پیدا کنیم. بله همونطوری که مستقیم زدید، سریال ارباب حلقه قراره که اونجا ساخته بشه و حالا اعلام شده که این سریال پرخرج ترین سریال تاریخ میشه. یعنی فصل اولش فقط یه چیزی حدود 465 میلیون دلار خرج برداشته. تازه بازیگر اونجوری معروفی هم نیست. شما دختر چی کار میکنین؟ پول مفت دارین؟ چقدر پول دارین؟ آخه ما که بخیل نیستیم. شما بیا یه میلیون دلار به من بده، من خودم هم میشم سرزمین میانه، هم میشم هابیت، هم میشم پیتر جکسون، هم میشم تالکین، قسمت بعدی ارباب حلقه ها هم می نویسم، سریالشو می سازم، انیمیشنشو می سازم، فیلم سینماییشم می سازم. 465 میلیون دلار برای یه فصل؟ تازه جالبه بدونید که این سریال قرار 5 فصل باشه. اگه نرخ تورم رو در نظر نگیریم میشه 465 ضرب در 5 که میشه 2.1 2,325,000,000 دلار. چقدر؟ اصلا این پول مگه ها؟ یعنی خدا بگم چی کارتون کنه.
بله با کیم، با دستن در کاران متال گیر، هر کی که تو این بازی اصلا یه سهم کوچولو هم داشت، آقایی که تدارکات یکم بود با اون تو هم هستن. بله یعنی کم شایعه تو اینترنت و فضای مجازی از شما هم خودتون بیاین تو حساب رسمی خودتون به این شایعات دامن بزنین. بله آخه یه جورای تابلو این دیگه، یه بابایی رفته یه اکانت توییتر باز کرده همون روز سری یه چیزی در مورد متال گیر نوشته، بله اکانت رسمی متال گیر اومده توییت این بابا رو که کلا فالووری نداره و دو روز حساب کار برش ساخته شده نقل قول کرده، با هم نشستن دل و قلوه دادن به هم دیگه، آخرش هم اکانت رسمی متال گیر جمله مرموزی با این مضمون گفته که ما از انفجار برای جلوگیری از لیک ها استفاده میکنیم. یعنی مثلا میخواد بگه ما یه خبری میدیم که اصلا منفجر کنه تمام این لیک ها رو از بین ببره، شایعات و فلان. بابا خب چرا همچی میکنی؟ خیلی راحت بیایم بگیم ما داریم بازی ها رو ریمیک میکنیم دیگه، این کارا چیه؟ فقط میخواید دست ما رو بزنید تو پوست گردو؟ حالا اینکه این مثل اینجا کاربرد داره یا نه من نمیدونم، خواستم یه ضرب المثلی هم گفته باشم که همچی دماسنج با بار ادبی به پایان برسه. خیلی ممنون، خیلی مراقبت کنین، خداحافظ.